سلام، من سید محمد موسوی هستم و توی این ویدیو میخوام به صورت خیلی بیسیک بهتون بگم که لینیر ریگرشن چیه، مفاهیم اولیه ماشین لرنینگ رو بهتون بگم و اینکه چجوری میتونید در واقع یک مدل لینیر ریگرشن ایجاد کنید، ترینش کنید و ازش استفاده کنید. ماشین لرنینگ در واقع تعریف زیادی ازش موجوده، ولی معمول ترین تعریفات اینه که ماشین لرنینگ اینه که ما به یک کامپیوتر توانایی یادگیری بدیم بدون اینکه برای اون کار خاصی که میخوایم یه چیزی رو یاد بگیره به طور خاص برنامه نویسیش کنیم. یعنی مثلا به کامپیوتر یاد بدیم شطرنج بازی کنه، اما به طور خاص نیاییم برنامه ریزیش کنیم برای بازی شطرنج. فقط بهش یاد بدیم که شطرنج رو یاد بگیره، نه اینکه بهش بگیم اگر نمیدونم اینجوری بود فلان مهره رو تکون بده و اینجور چیزا. بهش یه برنامه‌ای بنویسیم تا بهش این توانایی رو بدیم که شطرنج رو خودش یاد بگیره. به طور کلی میتونیم بگیم که ماشین لرنینگ رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم: سوپروایز لرنینگ و آن سوپروایز لرنینگ. حالا ببینیم اینا چیه. سوپروایز لرنینگ حالتیه که ما یه سری دیتا رو برای یادگیری به کامپیوتر میدیم و خروجی درست رو هم بهش میدیم. مثلا میخوایم تشخیص بده یه تومور سرطانی هست یا نه. برای یادگیری کلی عکس تومور بهش نشون میدیم و بهش میگیم که این عکس تومور تشخیص داده شده توسط دکتر که سرطانیه، این عکس تومور تشخیص داده شده که سرطانی نیست. همینجوری 1000 تا 10000 تا دیتا رو به این صورت بهش میدیم، بر اساس اینا یادگیری رو انجام میده و بعد میتونیم یه عکس تومور بهش بدیم بدون اینکه خودمون هم حتی بدونیم سرطانی هست نه، و ازش توقع داشته باشیم که بر اساس چیزهایی که یاد گرفته پیش بینی کنه که حالا این تومور سرطانی هست یا نه. خود سوپروایز لرنینگ میتونیم باز به صورت کلی به دو بخش تقسیمش کنیم: ریگرشن و کلاسیفیکیشن. کلاسیفیکیشن همین مثالیه که الان بهتون زدم، دسته‌بندی کردن. یعنی مثلا بگه چه میدونم تومور سرطانی هست یا نه، یه عکس نشون داده بشه بگه که این عکس چه حیوانیه، گربه، سگ، نمیدونم پرنده است. اینا میشه الگوریتم‌های در واقع ماشین لرنینگ که کلاسیفیکیشن رو برامون انجام میدن. یه نوع دیگه ریگرشنه که طبیعتاً از روی اسمش باید حد زده باشید کاری که ما انجام میدیم هم ریگرشن دیگه، لینیر ریگرشن که ترجمه فارسیش میشه، حالا میگن ریگرسیون خطی. لینیر ریگرشن یعنی همون ریگرشن خطی. ریگرشن چیه؟ ریگرشن حالتیه که ما میخوایم یک عدد پیوسته رو پیش بینی کنیم. مثلا قیمت یک خونه رو میخوایم پیش بینی کنیم بر اساس سایز اندازه خونه، بر اساس مثلا متر مربع میخوایم قیمت خونه رو پیش بینی کنیم. این قیمت طبیعتاً دستبندی نیست دیگه، یه عدد در واقع پیوسته است که باید به ما تحویل داده بشه به عنوان قیمت پیش بینی شده، که مثلا $1200 پیش بینی شده که قیمت این خونه است. خب تفاوت‌ها رو گفتم. ریگرشن مثالش میتونه این باشه که عکس یه شخص رو بدیم و توقع داشته باشیم که سنش پیش بینی بشه و برگرده. کلاسیفیکیشن تومور یک بیمار، حالا عکسش رو بدیم به صورت مثلا فرض کنید عکس مامان از تومور چجوری عکس میگیرن، سی تی اسکن یا ام آر آی، و توقع داشته باشیم به ما بگه که سرطانی هست یا نه، دسته بندی کنه. در مورد آن سوپروایز لرنینگ ما دیتا ها رو داریم اما خروجی درست رو نداریم و اینکه توقع داریم یک دسته بندی در مجموع انجام بشه. خیلی در مورد آن سوپروایز لرنینگ توضیح نمیدم چون بحث ربطی هم خیلی به لینیر ریگرشن نداره و طبیعتاً ما سوپروایز لرنینگ کار میکنیم و لینیر ریگرشن. اما یه مثال خیلی کلی اگه بخوام بزنم، مثالی که من خودم خیلی راحت تر درک کنم که آن سوپروایز لرنینگ چیه و به چه دردی میخوره، فرض کنید ما میخوایم دست خط افراد رو تشخیص بدیم. حالا برای سوپروایز لرنینگ، اگه بخوایم با سوپروایز لرنینگ این کارو انجام بدیم، باید یک سری عکس داشته باشیم از دست خط های مختلف، نوشته های مختلف. خروجیمون هم متن تایپ شده همون چیزی باشه که با دست نوشته شده. خودتون فکر کنید ببینید واقعا همچین دیتایی آیا به صورت کلی و در حجم زیاد موجوده؟ واقعا موجود نیست. مثلا ما دست خطایی که داریم توی دانشگاه جزوه داریم، این همه دانشجو جزوه می نویسن. خب شما کجا میتونید نمونه تایپ شده این جزوه رو پیدا کنید؟ چون طبیعتا اگه تایپ شده بود که کسی نمی نوشتش. برای همین این داده خب خیلی کمه، برای همین سوپروایز لرنینگ شاید اینجا جواب نده. کاری که انجام میشه چیه توی آن سوپروایز لرنینگ؟ ما میتونیم ادعا کنیم کلی دست خط داریم، کلی متن نوشته شده با دست داریم
ولی خروجی صحیحش وجود نداره، اینکه اون معادله تایپ شده اون چیه وجود نداره، ولی خود اون دستخط ها و متن های تایپ شده به کرات وجود داره. کاری که unsupervised learning انجام میده چیه؟ فرض کنید من دستخط هام به این شکله، اینو من بذارم روی drawing. خب مثلا من کلی حرف حروف الف با انگلیسی رو دارم، مثلا اس یکی اینجوری نوشته، یکی اینجوری نوشته، یکی اینجوری نوشته، یکی اینجوری نوشته، اینا همه فرض کنید اسه. ای هم دارم، یکی اینجوری نوشته، یکی اینجوری نوشته، یکی اینجوری نوشته. کاری که unsupervised learning انجام میده، هیچ ایده‌ای نداره اینا چیه، ولی یه ایده کلی داره که به نظرش اینا شبیه به هم میان، اینا رو میذاره توی یک گروه، به نظرش اینا شبیه هم میان، اینا رو هم میذاره توی یک گروه، همینطور برای حرفای دیگه. حالا داده هایی که من دارم برای در واقع داده های supervised، داده هایی که خروجی صحیحش هم موجوده کمه، اون داده های کمی که خروجی صحیحش موجوده رو میدم به برنامه و برنامه هم تشخیص میده که کل این گروهی که تا حالا دستبندی کرده به عنوان حالا یه حرفی که نمیدونه چیه، کل این معادل اس انگلیسیه، کل این معادل ای انگلیسیه. این کار ما از اول نمیتونستیم بکنیم چون داده هایی که خروجی صحیحش رو داریم بسیار کم بود. الگوریتم‌های ماشین لرنینگ معمولا نیاز به داده های زیادی دارن، ولی با unsupervised learning داده های فوق العاده زیاد و وسیعی که داشتیم رو دستبندی کردیم، صرفا دستبندی کردیم، نمیدونیم چیه، بعد با داده های کم سوپروایز شده بهشون یه لیبل نسبت دادیم، گفتیم مثلا این حرف اس، این حرف ای. همیشه همینجوری نیست که unsupervised learning انجام بشه بعد یه supervised learning انجام بشه، خیلی اوقات هم هست که اصلا اتفاق نمیفته، فقط unsupervised learning. مثلا فرض کنید به جای حرف A و S که من اینجا نوشتم کلی فیلم یا مثلا کلی موسیقی وجود داره، این فیلم‌ها دسته‌بندی میشه ولی هیچ ایده‌ای نداره که این دسته‌بندی که انجام داده بر چه اساسیه. مثلا اگه اینجا سه تا فیلم بودش، اینجا سه تا فیلم، نمیدونه که این سه تا فیلم چیه، فقط میدونه که احتمالاً شبیه به همه. حالا اگه من مثلا این یک فیلم خاص رو خریده باشم، میاد به من این فیلم رو هم پیشنهاد میده، این فیلم رو هم پیشنهاد میده، باعث اینکه میگه خب اینا توی دسته‌اند دیگه، احتمالاً بخواد اینا رو هم بخره، با اینکه هیچ ایده‌ای نداره که مثلا این فیلم سبکش چی بوده. خب من کمی جدیدم با این نوشتن روی صفحه، خیلی عادت ندارم. حالا در مورد نوتیشن گفتم که ما یه سری دیتا داریم، دیتا رو یک نمونهشو سمت راست اینجا میبینید، در واقع قیمت خونه ها و اینکه حالا نوتیشنمون به این صورته، M تعداد داده هامونه. مثلا من اینجا 4 تا در واقع داده دارم، سایز خونه، قیمتش و به همین صورت 4 تا از اینا دارم. X متغیر ورودی، ویژگی یا در واقع متغیر ایندپندنت وریبل، یعنی متغیر غیر وابسته است، متغیر مستقله، مقدارش وابسته به متغیر دیگه نیست. Y متغیر خروجیه، هدفمونه، یا متغیر وابسته است، مقدارش وابسته به x. مثلا اینجا قیمت وابسته به سایز خونه است، اندازه خونه است. و اینکه هر وقت میگیم x i یعنی میگیم ورودی آیوم، y i دوباره خروجی آیوم، یعنی الان x مثلا 3 میشه 1، 2 3 میشه 490، y 3 میشه 1080. حواستون باشه دیگه این آیه توان نیست دیگه، صرفا شماره اون در واقع ورودی یا خروجی رو توی دیتا ستمون مشخص میکنه. و یه ترینینگ اگزمپل، یک نمونه یادگیری رو با ایکس آی وای آی مشخص میکنیم. حالا کار ما چیه؟ ما یه ترینینگ ست داریم، این ترینینگ ست رو میدیم به یه لرنینگ الگوریتم، یه الگوریتم یادگیری. این الگوریتم یادگیری یک تابع اچ به من میده. بعدش تابع اچ کارش اینه که یک مقدار ورودی میگیره، متغیر در واقع مستقل رو میگیره، یه وای پیش بینی شده، یه مقدار خروجی به من میده. برای مثال اچ میتونه سایز خونه رو بگیره، پیش بینی کنه که قیمت اون خونه چقدره. کل کار اینه، خیلی ساده. یه دیتا ست داریم یا ترینینگ ست داریم، بعدم میگم فرق دیتا ست با ترینینگ ست چیه، در اینجا حالا خیلی فرقی نمیکنه، یه دیتا ست یا یه ترینینگ ست داریم، اینو میدیم به یه الگوریتم یادگیری. الگوریتم یادگیری یه تابع به من میده به اسم H. H مخفف هایپوتزیس فکر کنم. یه تابع H به من میده که تابع H کارش اینه که یه ورودی میگیره، بر اساس اون ورودی یه چیز رو پیش بینی میکنه. برای مثال اینجای ما
اندازه خونه رو میگیره و قیمت خونه رو پیش بینی میکنه. حالا لینیر ریگرشن چیه؟ من اینجا اومدم از این مثال استفاده کردم که این مثال مثال واقعی هم هست البته. یه دیتا ست داشتیم، این دیتا ست هزینه ای که شرکت های مختلف برای تبلیغات تلویزیونی خرج کردن رو داده و در نهایت فروشی که توی اون ماه داشتن رو هم داده. هزینه بر اساس $1,000، یعنی مثلا اینجا نوشتم 150، یعنی 150,000 دلار. فروش هم بر اساس 1000 واحد از محصوله، طبیعتاً 15 اینجا یعنی 15,000 واحد از اون محصول. کاری که لینیر ریگرشن انجام میده چیه؟ این دیتا ست رو تحویل میگیره، یک الگوی خطی از توش در میاره، به شرط اینکه خطی هم باشه. یعنی اگه خطی نباشه هم اون به هر حال یه الگوی خطی به ما میده، ولی دیتا ست ما فرمش خطی نبوده، ولی اینجا میبینید که حالت خطی داره. برای مثال الان این دیتا سته، این دیتا ست رو میگیره یه خط میکشه، میگه این خط احتمالاً این دیتا رو داره در واقع دیسکرایب میکنه، داره توصیف میکنه. حواستون باشه که من لینیر ریگرشن رو هر دیتایی اجرا کنم در نهایت یه خط به من میده، ولی آیا این که این کار درسته یا نه بستگی به دیتا داره. من اینجا میدونم که وقتی دیتا رو پلات کردم به صورت اسکتر پلات، نقاط دیتا رو مشخص کردم، در واقع یه برداشت کلی دارم که این الگوش شبیه یه خطه. این خط رو من میده. حالا این خط در واقع همینه دیگه، این در واقع معادله این خط است. این خط رو شکل میده. کاری هم که انجام میده عملاً این تتا 1 و تتا 2 رو باید پیش بینی کنه. تتا 2 شیب خطه، تتا 1 هم عرض از مبدا خطه. کاری که ما بعداً انجام میدیم اینه، این خط رو داریم، بعد مثلا میخوایم پیش بینی کنیم. فرض کنید با مبلغ مثلا 150,000 دلار هزینه برای تبلیغات توی تلویزیون مقدار فروش رو نمیدونیم، میخوایم پیش بینی کنیم. یه شرکتی میگه که من این ماه 150,000 دلار خرج کردم در زمینه تبلیغات تلویزیونی، احتمالاً چقدر فروش دارم؟ من میام میگم که خب 150,000 دلار. اینجا اینو اینجا وصل میکنم به فروش، میگم احتمالاً تو 15,000 واحد محصول میفروشی. این پیش بینی رو انجام میدم. خب قبل از اینکه در مورد لینیر ریگرشن بیشتر صحبت کنیم، یه مدل خیلی خیلی بیسیک تر رو در نظر بگیرید. این همون در واقع فروش کارخونه است، منتها من فرض کردم که اون متغیر در واقع مستقل رو ندارم، فقط مقدار فروش رو دارم. الان زوم میکنم که بهتر ببینید، در واقع محور ایکس من، محور افقی من، فقط ایندکس، در واقع ربط خاصی اصلا نداره به فروش نهایی. شرکت شماره 0 1 2 3 تا شرکت شماره 29 و وای فروشه. فرض کنید من فقط دیتایی که دارم اینه، صرفاً اینه، هیچ چیز دیگه ای ندارم، صرفاً یه سری شرکتن، مقدار فروششون در ماه رو دارم. میگم یکی 2000 تا فروخته، یکی 10000 تا، یکی 20000 تا، یکی 17000 تا و غیره. چجوری میتونم از اینا، صرفاً از همین اطلاعات پیش بینی کنم که هر شرکت، صرفاً با همین اطلاعات اگه بخوام یه شرکت جدید در واقع پیش بینی کنم فروشش رو، فقط با همین اطلاعات فروشش رو پیش بینی کنم. چجوری این کار رو انجام میدم؟ بهش فکر کنید. اگه دوست داشتید ویدیو رو پاس کنید، بهش فکر کنید قبل از اینکه من بهتون بگم. اگه صرفا دیتایی که داریم همین باشه، منطقی ترین کار اینه که من بیام بگم که این شرکت ها میانگین فروششون چقدر بوده، هر شرکت جدیدی هم که به من دادن خواستم پیش بینی کنم، بگم احتمالا همونقدر فروش میره محصولش، چون هیچ در واقع متغیر دیگه ای واقعا وجود نداره دیگه. من صرفا فروش شرکت های مختلف رو دارم، همه رو میانگین میگیرم، میگم انقدر. مثلا بهتون میگم فرض کنید توی یه کلاسی من به شما میگم که 20 نفر، 25 نفر مثلا، آره میگم 25 نفر توی این کلاسن، نمره 20 نفرشون رو من دارم. این 20 نفر یکی 19 شده، اون یکی 20 شده، اون یکی 19 شده، اون یکی 19 25 شده. همه رو یه مقداری بین 19 تا 20 بهتون میگم و میگم به صورت میانگین، طبیعتا خودتون هم میتونید حساب کنید دیگه، واسه نمره شما میانگین رو میگیرید، میگید مثلا میانگین این کلاس، میانگین این 20 نفر بوده 19.5. حالا اون 5 نفر دیگر اگه خودتون بخواید پیش بینی کنید، چند پیش بینی میکنید؟ طبیعتاً نمیاد مثلا نمرهشون رو 5 پیش بینی کنید یا 4 پیش بینی کنید. وقتی از 25 نفر اون 20 نمونه ای که به شما داده شده همه بین 19 و 20 بودن، خب احتمالاً اون 5 نفر هم یه نمره قابل قبول و بالایی گرفتن. بهترین حدسی که میتونید بزنید همینه، نه اینکه حالا لزوما اون 5 نفر اینجوریان، ولی شما کار دیگه ای نمیتونید بکنید. بهترین حدسی که میتونید بزنید اینه که برای اون 5 نفر هم بگید نمره بین 19 و 20. منم اینجا همین کارو کردم، گفتم که تعداد شرکت دارم، فروش هر کدوم رو دارم،
میانگین میگیرم و کار بهتری نمیتونم انجام بدم. حالا فرض کنید من این مدلی که دارم رو میخوام یه ارزیابی بکنم ببینم چقدر خطا داشتم، یا اصلا یه عدد خط... یه عدد به عنوان خطا به عنوان ارور به دست بیارم، با مدل‌های دیگه مقایسه کنم ببینم اصلا اگه نفر دیگه یه مدل دیگه ارائه داد بتونم ادعا کنم که مدلم از اون بهتره، یا بفهمم مدلم از اون بدتره و بعد مدل اون رو استفاده کنم. چی کار میکنم؟ یه کار اینه که الان من اینجا در واقع این نقاط دیتاهای واقعی بودن دیگه، مثلا این شرکت صفره که انقدر فروش داشته، این نمیدونم مثلا شرکت 10 یا هر چیز دیگه. بعد اینم مدل پیشنهادی منه، گفتم من یه میانگین میگیرم، هر شرکت جدیدی که من دادن این میانگین رو اعلام میکنم. حالا من اومدم اختلاف فروش واقعی تا میانگین رو اینجا نوشتم، مثلا اختلاف فروش واقعی تا میانگین این 7.32 ضرب در 1000 واحده و به همین صورت. حالا من میخوام ارور مدلم رو به دست بیارم. یه راهکاری که حالا خیلی ساده است و به ذهن همه ممکنه برسه اینه که بیام عدد همه این ارورها رو جمع کنم، یا اصلا میانگین بگیرم، بگم به صورت میانگین هر نمونه من چقدر اختلاف داشته با این میانگین، در واقع میانگین اختلاف و میانگین رو در واقع دارم میگیرم. اگه این کار رو بکنیم بعد از صفر میرسیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مثلا من اینجا یه شرکتی بوده که 7.32 ضرب در 1000 واحد بیشتر از میانگین فروخته، خب قطعاً یه شرکتی هم بوده که منفی 7.32 واحد کمتر از میانگین فروخته، یا یه شرکتی بوده که دوتا شرکت بودن که منفی مثلا 3.5 واحد ضرب در 1000 از میانگین فروختن. به هر حال یه جوری بالانس میشه. مثل این مونه که من بگم اگر میانگین کلاس 17 و نمره من 14 شده، قطعاً به ازای منی که 14 شدم یه نفرم 20 شده که میانگین بوده 17، یا اگه نفر 20 نشده دو نفر سه نفر 18 شدن، یا 5 نفر 6 نفر مثلا 17.5 شدن. به هر حال این تعادله باید حفظ بشه و در نهایت جمعی که شما میگیرید همیشه به صفر میرسه، چون در واقع دیتا هاتون بالا و پایین این میانگین تعادل دارن. این میانگین در واقع انگار یک دو کفه ترازوئه که صاف وایستاده. حالا اگه یه طرف پایین تره قطعا یه طرف هم همونقدر بالاتره دیگه، چون اون خط مبدا ترازو رو در نظر بگیرید، کفه ترازو از یه طرف که میاد پایین از اون طرف میاد بالا، برای همین طبیعتاً شما ارتفاعی که میره پایین و با ارتفاعی که میاد بالا جمع کنید به صفر میرسید. اینجا هم همینه، من میگم به ازای تمام این مقادیر مثبت همینقدر مقدار منفی هم پایینه، پس اگه جمع کنم به صفر میرسم، فایده ای نداره برای من. کار دومی که میتونم انجام بدم، میتونم بگم که من مقدار مثبت رو فقط در نظر میگیرم، یعنی اگه اینجا منفی 4.38 میگم مثبت 4.38 و همه اینا رو جمع کنم میانگین بگیرم. حالا ببینیم در واقعیت چه کاری انجام میشه. یه چیزی داریم ما با تحت عنوان مین اسکوئرد ارور، یعنی اسکوئرد که میشه مربع، مین هم میشه میانگین. مین اسکوئرد ارور یعنی میانگین در واقع مربع ارورها. من بهتون گفتم که مقادیر منفی رو مثبت در نظر میگیریم، اینجا این کار انجام نداده، مقادیر منفی رو به توان دو رسونده. میتونستیم به جای توان دو قدر مطلق بگیریم. چرا این کار انجام ندادیم؟ وقتی توان دو میگیریم از ارورهای خیلی کوچیک صرف نظر داریم میکنیم، ارورهای بزرگ رو بیشتر به چشم میاریم، که کار منطقی هم هست. ما داریم پیش بینی میکنیم، مثلا من اگه در واقع دمای هوای فردا رو مثلا پیش بینی کنم 4 درجه سانتیگراد، حالا این 4 درجه اگه بشه 4.5 درجه، کسی نمیاد به من بگه تو بد پیش بینی کردی. وقتی من 4 درجه گفتم و فقط نیم درجه اختلاف داشته، یه پیش بینی خیلی خوب کردم دیگه، و طبیعتاً این خیلی هم بد نیست، پیش بینی واقعا خوب بوده. حالا اینجا با توان 2 که ما میگیریم، اعداد بین 0 تا 1 رو داریم خیلی بیشتر نزدیک به 0 میکنیم، یعنی عملا داریم چشم پوشی میکنیم، سختگیری نمیکنیم بین اعداد 0 تا 1، چون پیش بینی عالی بوده. از اون طرف هر چقدر ارور بیشتر میشه، مثلا شما ببینید 2 توان 2 میشه 4، 3 با اینکه یه دونه افزایش پیدا کرد توان 2 میشه 9، 5 تا افزایش پیدا کرد، 4 باز دوباره یه دونه افزایش پیدا کرد توان 2 میشه 16، نسبت به 9 7 تا افزایش پیدا کرد، یعنی در واقع اون تساعدی داره حساب میشه. این کار رو انجام میدن که گفتم عدد بین 0 تا 1 ارورای کم ازش چشم پوشی بشه، ارورای بزرگ خیلی بیشتر در واقع مد نظر قرار بگیره. و این که به صورت میانگین اعلام میکنیم دیگه. حالا میانگین چرا میگیریم؟ فرض کنید میانگین نگیریم، فرض کنید من مدل دارم، این مدل 1000 تا نمونه داره، این 1000 تا نمونه در واقع با اون مدلی که ارائه شده برای پیش بینیشون فقط یک واحد اختلاف دارن،
دقیقا یک واحد، خیلی هم عالیه. یه واحد اختلاف دارم فقط، ارورشون رو من در نظر جمع کنم همه رو با هم دیگه میشه 1000، هر کدوم یه واحد، ارور هم میشه 1000. پس جمع ارور رو اگه اعلام کنم میگم 1000. حالا فرض کنید یه مدل دیگه هست، من 20 نمونه دارم، هر نمونه 10 واحد اختلاف داره، در واقع توان دوش میشه 10، فرض کنید توان دوش میشه 10. اینا رو اگه جمع کنم 20 تا 10 تا میشه 200 تا. بعد اینجا اگه یه نفر این دو تا عددو ببینه، شاید با خودش بگه که اونی که 1000 حتما داره بدتر عمل میکنه، در صورتی که اونی که 1000 صرفا چون نمونه هاش بیشتره عددش بزرگتر شده، وگرنه به مراتب داره بهتر از اون 200 عمل میکنه. اون 200 هر نمونهش 10 واحد اختلاف داره، در صورتی که اون 1000 هر نمونهش 1 واحد اختلاف داره. میانگین اگه من بگیرم این مشکل حل میشه دیگه، دیگه اون تعداد مد نظر قرار نمیگیره. حالا از این مین اسکوئرد ارور ما برای یه چیزی استفاده میکنیم به اسم کاست فانکشن، تابع هزینه، که جی تتا 1 و تتا 2. تتا 1 و تتا 2 رو اگه فراموش کردین چند اسلاید میرم عقب. اینجا من گفتم که من یه خط رسم میکنم، در نهایت گفتم من یه خط رسم میکنم، لینیر ریگرشن اینه که این خط رو به دست بیاره، و این خط عملا این فرموله است دیگه، این ایکویژنه، خطمون این ایکویژنه که تتا 1 عرض از مبدأ و تتا 2 شیب خطه. اینجا هم میاد میگه که این هزینه، این تابع هزینه است، این 2 رو اضافه شده صرفا به بالایی، هیچ فرقی با بالایی نداره، فقط این 2 اضافه شده، هیچ تأثیری هم این 2 نداره، صرفا گذاشته شده که بعدن چون یه مشتقی باید بگیریم، این 2 با اون مشتق خط میخوره و ساده تر میشه، واقعا هیچ تأثیری نداره، بود و نبودش اینجا فرقی نمیکنه برای ساده تر شدن کار، وگرنه این دقیقا همون بالایی. حالا این در واقع پایینی هم باز شده اون بالایی. بذارید از روی این پایینی بهتون بگم، ما یه نمودار خط داریم که اینه، این نمودار خط من میگم که من یه ورودی بهش میدم، مثلا ورودی رو بهش میدم سایز خونه است، مثلا بهش میدم 300، بعد کل این مقدار پیش بینی شده است، این میاد پیش بینی میکنه میگه بر اساس 300 قیمت خونه مثلا باید باشه 1000 دلار. این وای قیمت واقعیه که من توی دیتا ست هم دارم، چون سوپروایز لرنینگ دیگه، من قیمت واقعی رو دارم، ازش کم میکنم به توان 2 میرسونم و میانگین میگیرم، یه تقسیم بر 2 هم داره، این میشه تابع هزینه من برای تک به تک در واقع اون ام بار دیگه، یعنی برای تک به تک اون ترینینگ اگزمپلا این کار انجام میشه، همه رو با هم جمع میکنم در نهایت میانگین میگیرم و یه تقسیم بر 2 هم داره، این میشه تابع هزینه من. حواستون باشه که تابع هزینه متغیری از تتا 1 و تتا 2، چون من میدونم ورودیم چیه و میدونم خروجی واقعیم هم چیه، چیزی که اینجا متغیره تتا 1 و تتا 2 دیگه، فقط تتا 1 و تتا 2 متغیره، در واقع تتا 1 و تتا 2 رو باید تغییر بدیم تا این تابع هزینه به حداقل مقدار خودش برسه. حالا این تابع هزینه است، در اصل تابع هزینه برای لینیر ریگرشن سه‌بعدی میشه، به خاطر اینکه ما یه تتا 1 داریم، یه تتا 2 داریم، یه هزینه هم داریم، ولی من اینجا فرض کردم که فقط یه پارامتر دارم، فقط یک تتا دارم که کارم ساده تر بشه. بهتون گفتم تابع هزینه که همون جیه متغیری از تتا، حالا تتا 1 و تتا 2 اینجا فرض کنید یه متغیر داریم و متغیر از تتا صرفا، یه همچین چیزی رو شما میتونید تصور کنید، من یه تتا دارم که همون اول حالا هست، مثلا مقدار اولیه‌اش توی این قسمته، من باید برسم در واقع تتا رو جوری تغییر بدم که به این نقطه برسم دیگه، این نقطه جایی که تابع هزینه من صفره، حالا لزوما هم همیشه صفر نیست دیگه، بعد به کمترین مقدار برسم هر چی که بخواد باشه، من این یه تتایی دارم و میگم که خب بر اساس این تتا هزینه من اینقدر، من باید به کمترین مقدار برسم، چیکار میکنم؟ رنگ دیگه. خب یه کاری که من میتونم انجام بدم اینه، بیام بگم این نقطه شیبش چجوریه، چقدر شیبش، اگر شیبش مثبته، من اگه به سمت چپ حرکت کنم دارم مقدار رو کم میکنم، اگه یه جایی مثلا توی این نقاطم شیبم منفیه به سمت راست حرکت کنم هزینه رو دارم کاهش میدم، بر اساس شیب میتونم تصمیم بگیرم که تتامو چه تغییری روش اعمال کنم که هزینه کاهش پیدا کنه. اینجا از چیز استفاده میکنیم به اسم gradient descent، این فکر کنم ترجمه فارسیش نوشتن گرادیان کاهشی،
دیسنت فعلا خب کاهش براش درسته، ولی گریدینت میشه همون شیب تقریبا. کاری که انجام میدم اینه، میگم که بذارید فعال کنم این نوشتن رو. اینجا من دارم یک مشتق جزئی میگیرم این قسمت، میگم که این تابع هزینه جی در واقع تتا صفر رو تتا یک بر حسب تتا یک شیبش چجوریه. اگه شیبش مثبت باشه از تتا یک کمش میکنم، میگم در واقع برو به سمت چپ، کم میکنم از تتا یک. اگرم منفی باشه که خب در این منفی ضرب میشه مثبت میشه و عملا میره به راست. پس این مشتق جزئیه که داره شیب رو نسبت به تتا یک مشخص میکنه. حالا این آلفا چیه؟ این آلفا اسمش هست learning rate، نرخ یادگیری. در واقع من با استفاده از این قسمت که مشتق جزئیه تشخیص دادم که شیب مثلا مثبته، تشخیص دادم که باید به سمت چپ حرکت کنم، تتا رو باید کم کنم، ولی چقدر کم کنم؟ این خیلی مهمه که حالا من این تتا رو چقدر کم کنم. این آلفا learning rate داره به من میگه که من متغیر تتام رو چقدر کم کنم. در این مورد چیزی نمیگم، خودتون برید سرچ کنید ببینید که آلفا رو باید چه مقداری ست کنیم. اگر آلفا خیلی بزرگ باشه ما داریم عملا اوورشوت میکنیم، یعنی انقدر داریم قدم های بزرگی برمیداریم که ممکنه هیچ وقت به جواب نرسیم. اگر آلفا خیلی کوچیک باشه افتادن توی مینیموم محلی احتمالش میره بالا و اینکه خیلی هم الگوریتممون طول میکشه. در مورد لینیر ریگرشن هم بهتون بگم که ما مینیموم محلی نداریم. اثبات شده که لینیر ریگرشن مینیموم محلی نداره. یه مینیموم در واقع کلی داریم که بهش میرسیم، مینیمم محلی وجود نداره، یه مینیمم گلوبال فقط هست. برای همین نگرانی حالا نداریم در این مورد. ولی توی الگوریتم ماشین لرنینگ دیگه اگه آلفا رو خیلی کوچیک انتخاب کنیم، علاوه بر اینکه الگوریتم خیلی طول میکشه به جواب برسه، احتمال افتادن توی لوکال مینیمم خیلی خیلی بیشتر میشه. این کارو برای تتا دو هم باید انجام بدم دیگه. در واقع شما فرض کنید که روی یه تپه وایستادین، تتا 1 فرض کنید ایکس تونه، تتا 2 وای تونه. ترکیب تتا یک و تتا دو بهتون میگه تو چه جهتی حرکت کنید. حالا این مشتقات جزئی باز شده، تبدیل شده به اینا. شما خیلی خودتون رو درگیر این نمیخواد بکنید که حالا این از نظر ریاضی چجوری تبدیل شده به این. اگه علاقه داشتید بهت خودتون سرچ کنید پیدا کنید. ولی در مجموع این دوتا میشه همین. شما توی برنامه‌تون که یه برنامه‌ای رو می‌نویسید بعد این کارو انجام بدید. در واقع تتا صفر رو باید منهای یه آلفا بکنید که لرنینگ ریت و ضرب در این مقدار بکنید. حالا این مقدار در واقع مشتق همینه، یعنی این قسمت مشتق همینه. حواستون باشه که این جی تو خودش یه اچ داشتی که اچ اون در واقع تابع یادگیری بود، تابع یاد گرفته شده بود تا الان. در واقع اچ همون تتا یک به علاوه تتا دو ایکس بود دیگه. اچ رو داریم، وای رو هم برای اون ورودی داریم و اینجا هیچ چیز مبهمی وجود نداره دیگه. تمام مقادیر وجود داره و میتونیم مقادیر تتا صفر و تتا یک رو آپدیت کنیم، انقدر آپدیت کنیم تا زمانی که همگرا بشه. یعنی در واقع این دو مقدار به اندازه‌ای باید تکرار بشه تا همگرا بشه، نه تتا صفر دیگه تغییر کنه نه تتا یک دیگه تغییر کنه. این اتفاق میفته زمانی که به اون در واقع مینیمم برسیم. این اتفاق میفته به خاطر اینکه مشتقمون در واقع صفر میشه توی اون نقطه پایین. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره، این دوتا کار رو باید به صورت همزمان انجام بدیم. یعنی مقدار این رو باید شما بریزید توی یه چیزی مثلا تمپ صفر، مقدار این رو هم بریزید توی تمپ یک و بعداً تتا صفر و تتا یک رو یکجا آپدیت کنید. اگه اول این مقدار رو بریزید توی تتا صفر بعد موقعی دارین تتا یک رو محاسبه می‌کنید به هم میریزه دیگه، همزمانی وجود نداره. اینو حواستون باشه. و اینکه گفتم خودتون رو درگیر جزئیات ریاضی نکنید. اگه میخواید بدونید این در واقع مشتق همون جزئی اینه، خیلی راحت میتونید اینو بنویسید، هیچ مشکلی هم وجود نداره. همه مقادیر رو هم داریم دیگه. این خودش معادل در واقع تتا صفر به علاوه تتا یک ایکسه که تتا صفر و تتا یکمون مقادیری که تا الان داریم که همینجوری هی داریم تغییرشون میدیم، جابجاشون میکنیم تا به در واقع هزینه‌مون کاهش پیدا کنه. ایکسمون که ورودیمونه
و وای هم خروجیه که باز دوباره داریم. هیچ مقدار مجهولی اینجا وجود نداره. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی دارین حتما زیر همین ویدیو بپرسین. این فایل در واقع PDF رو هم براتون قرار میدم زیر همین ویدیو. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا مشاهده کردید. خدا نگهدار.